نامه نایب رئیس پارلمان اروپا و رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت به رئیس شورای امنیت و دبیر کل ملل متحد در آستانه تشکیل اجلاس شورای امنیت درباره عراق. مبرمترین موضوعات مربوط به مجاهدان اشرفی و حقوق و حفاظت آنها در لیبرتی. آقای بانکیمون، دبیر کل ملل متحد، سفیر سیلوی لوکاس، رئیس شورای امنیت. در آستانه اجلاس شورای امنیت ملل متحد درباره عراق در 27 مارس 2014 مایلم به عنوان نایب رئیس پارلمان اروپا و رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت که از حمایت 4000 پارلمانتر در اروپا و آمریکا برخوردار است، نکات حیاتی در مورد ساکنان لیبرتی در عراق با شما در میان بگذارم و خواستار اتخاذ تصمیمات لازم در این رابطه از سوی شورا بشوم. اعدام جمعی و گروگانگیری در اشرف، ضرورت پیگیری و تحقیق از سوی شورای امنیت. اعدام جمعی و گروگانگیری در اشرف در اول سپتامبر 2013 همچنان مهمترین موضوعی است که امنیت و سلامت اشرفی ها در لیبرتی با آن گره می خورد. هر گونه تلاش عمدی برای به فراموشی سپردن یا سهل‌انگاری در پیگیری این موضوع هموار کردن راه برای جنایات بعدی است. تردیدی نیست که مسئولیت تمام عیار جنایت اول سپتامبر بر عهده حکومت عراق است. در حالی که دور تا دور اشرف با حداقل 1200 نیروی مسلح تحت امر مالکی حفاظت می شد، این فرضیه ابلهانه که گروهی غیر مسئول بدون اطلاع و توافق دولت مالکی به چنین حمله دست زده، توهین به شعور انسانی است. طاهر بومدرا، مشاور یونامی درباره اشرف، در شهادت تکان دهندهش در مقر ملل متحد در ژنو در 19 سپتامبر 2013 گفت: هیچ کس و هیچ چیز نمیتواند بدون آمادگی از قبل و حمایت فعال پلیس و ارتش عراق در اشرف نفوذ کند. من به شما میگویم این کار، حمله اول سپتامبر، توسط ارتش عراق انجام شد، توسط دفتر نخست وزیری هماهنگ شد و دستور آن را فالح فیاض صادر کرده است. I'm telling you that it was done by the Iraqi army, coordinated by the Prime Minister's office, ordered by Falah Fayyad, the National Security Advisor. همچنین توجه شما را به گزارش مستند و تحقیقی مؤسسه پرسیوس استراتژی جلب می‌کنم که تصریح می‌کند بر اساس گزارش رسانه‌های مستقل CNN، رادیو آزاد اروپا و رویتر، مسئولین دولت عراق در ابتدا دخالت دولت این کشور را در حمله اول سپتامبر تایید کردند، ولی بعداً داستان را تغییر دادند. دو مدرک نشان می‌دهد که دولت عراق مسئول است. پلیس عراق چنان منطقه را بسته بود که مهاجمان نمی‌توانستند وارد بشوند و فرمانده پلیس محلی در زمان ورود مهاجمان حضور داشت و پلیس عراق از مقر فرماندهی پلیس محلی به دیدبانی و نظارت مشغول بود که از تنها ورودی کمپ که مهاجمان از آنجا به داخل کمپ وارد شدند فقط 100 متر فاصله داشت. علاوه بر این مهاجمان یونیفرمی به تن داشتند که همانند یونیفرم نیروهای ویژه لشکر کثیف دولت عراق است. The facts here were gathered from individual interviews with all 42 survivors of the massacre. Reports from credible news organizations, video evidence gathered from the residents, including from many of those that were actually murdered and who were courageously filming the unfolding events before being killed and whose mobile phones were actually found in their hands on their dead bodies. این گزارش بر مبنای مدارک معتبر دخالت مستقیم دولت عراق را در این حمله تایید می کند. سازمان ملل و ایالات متحده باید سکوت خود را بشکنند و دولت عراق را برای فرمان دادن به این کشتار مورد حسابرسی قرار بدهند. گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه
و گروه کاری ناپدید شدگان اجباری و همچنین گزارشگران اعدام، شکنجه و زنان و یک کارشناس دیگر ملل متحد در اطلاعیه مشترکی در 9 دسامبر 2013 بر مسئولیت دولت عراق در این رابطه تصریح می‌کنند و از دولت عراق می‌خواهند سرنوشت و محل نگه داشتن 7 از ساکنان اشرف را که بعد از کشتار 52 نفر ربوده شدند مشخص کند. موضوع دیگری که نیاز به اقدام فوری و مبرم ملل متحد دارد، تحقیقات در مورد قتل عام اول سپتامبر است. با گزاری تحقیقات در مورد جنایت اول سپتامبر به دولت عراق به همان اندازه مضحک است که تحقیقات در مورد ترور رفیع خریدی به حزب الله یا دولت سوریه و رژیم ایران واگذار می شد. بیعملی و عدم تحقیقات از سوی ملل متحد در مورد جنایت‌های قبلی علیه ساکنان اشرف از جمله قتل عام‌های ژوئیه 2009 و آوریل 2011 و موشکباران لیبرتی در فوریه و ژوئن 2013 بدون تردید دولت عراق و اربابانش در تهران را برای جنایت اول سپتامبر جریتر کرده است. این در حالی است که بسیاری از مراجع بین المللی از جمله نابی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر بر لزوم تحقیقات مستقل در مورد این جنایت ها تأکید کرده بودند. دفن مخفیانه پیکرهای شهیدان اشرف به منظور از بین بردن آثار جرم. در حالی که اشرفی ها در روز 2 سپتامبر به درخواست معاون نماینده ویژه دبیرکل اجساد را به مسئول حقوق بشر یونامی برای کالبد شکافی تحت نظارت بین المللی تحویل داده بودند، دفن مخفیانه پیکرها بدون اطلاع به خانواده ها و وکلا و حتی یونامی، بدون مشخص کردن تاریخ و محل دفن، یک اقدام ضد انسانی و در تعارض آشکار با تمامی ادیان از جمله اسلام است. واضح است که هدف دولت عراق از این اقدام جنایتکارانه از بین بردن آثار جرم و در بردن مسئولان این جنایت است. با این همه متاسفانه سازمان ملل در مقابل این موضوع سکوت کرده است. در همین رابطه توجه شما را به اسناد منتشر شده از سوی شورای ملی مقاومت ایران در مورد نتایج کالبد شکافی از این اجساد جلب می کنم. دولت عراق از اعلام نتایج این کالبد شکافی به خانواده های کشته شدگان و وکلایشان خودداری کرده است. ما از شورای امنیت می خواهیم در چارچوب وظایف و تعهداتش که جلوگیری از جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی از اهم آنهاست، پرونده قتل عام‌های ساکنان اشرف به ویژه قتل عام اول سپتامبر 2013 را به دادگاه بین المللی جنایی و یا یک دادگاه ویژه ذی‌صلاح بلادرنگ ارائه دهد تا پس از تحقیقات مسئولان آن را به پای عدالت بکشاند. انتقال فریبکارانه و اجباری به لیبرتی، حملات موشکی و بحران امنیتی، ضرورت تأمین حداقل‌های حفاظت لیبرتی. ساکنان اشرف با تهدید و فریب و فشار از اشرف خانه 26 ساله‌شان به کمپ لیبرتی منتقل شدند که به تصریح 2 نظریه گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه ملل متحد در سال 2012 در حکم یک زندان است. در سالهای 2011 و 2012 دولت آمریکا و ملل متحد که از حمایت اتحادیه اروپا نیز برخوردار بودند، ساکنان را با وعده‌های تأمین حفاظت در لیبرتی تا انتقال آخرین نفر به خارج از عراق و تأمین استانداردهای انسانی و حقوق بشری به کمپ لیبرتی فرستادند.
اکنون با گذشت 2.5 سال روشن شده است که این وعده ها تماماً پوشال بوده و صرفاً برای وادار کردن آنها به تخلیه اشرف عنوان شده بود. در سال 2013، 4 بار در ماه‌های فوریه، آوریل، ژوئن و دسامبر، لیبرتی هدف حملات موشکی قرار گرفت که در اثر آنها جمعاً 14 تن کشته و شمار زیادی مجروح شدند. اما به رغم درخواست‌های مکرر ساکنان و نمایندگانشان در طول 1 سال گذشته، دولت عراق از اجرای حداقل تدابیر امنیتی ضروری در لیبرتی جلوگیری کرده است. الزامات حداقل امنیتی که بارها ساکنان و نمایندگانشان در اختیار ملل متحد و دولت آمریکا قرار دادند، بسیار ساده، مشروع و منطقی است و هزینه آن را خودشان تأمین می کنند و جلوگیری از انجام آن فقط نیت شوم دولت عراق برای گرفتن تلفات بیشتر از ساکنان را برملا می کند. این خواست ها عبارتند از بازگرداندن 17500 تیوال که در زمان حضور آمریکایی ها در کمپ لیبرتی بنگال ها را حفاظت می کرده است، انتقال کلاه‌ها و جلیقه‌های حفاظتی و تجهیزات پزشکی ساکنان از اشرف به لیبرتی، وارد کردن سنگرهای کوچک 2 متر در 2 متر به تعداد کافی برای ساکنان که به هزینه خود آنها خریداری شده است، اجازه سازندگی در لیبرتی به خصوص برای مجروحان و معلولان، اجازه دولایه کردن سقف بنگال‌ها، بزرگ کردن سطح کمپ لیبرتی برای پایین آوردن ضریب آسیب پذیری. ما از شورای امنیت می خواهیم دولت عراق را ملزم کند که هر گونه محدودیت در مقابل تأمین الزامات امنیتی در لیبرتی را برداشته و اقدامات ضروری را برای حفاظت ساکنان تا زمانی که آخرین نفر عراق را ترک کند فراهم سازد. موضوع اموال اشرفی ها و توطئه های حکومت عراق، تعهدات ملل متحد و دولت آمریکا. دولت عراق به دستور رژیم ایران تلاش می کند تا ساکنان اشرف سلب مالکیت نماید. در 2 سال گذشته دولت عراق حساب شده و سیستماتیک از فروش اموال اشرف که بالغ بر 600 میلیون دلار می شود جلوگیری می کند. با به بن‌بست کشیده شدن طرح‌های ساکنان برای فروش اموال، به پیشنهاد یونامی، نماینده قانونی ساکنان سناتور رابرت توریسلی و پروفسور اشنیبام در اول ژانویه 2013 به عراق رفتند تا به یک راه حل مرزی و طرفین برسند. اما در گزارش آنها بعد از این سفر آمده است، این سفر با چیزی که انتظارش می رفت بسیار متفاوت برگزار شد. هیچ عامل دولت عراق با ما ملاقات نکرد و به ما اجازه بازدید از کمپ اشرف و لیبرتی داده نشد. ملاقات ما با افراد کمپ لیبرتی در خارج از محوطه انجام گرفت و حاضران در ملاقات به 7 نفر از نمایندگان تعیین شده از ساکنان محدود شد. پس از قتل عام اول سپتامبر در طرح مشترک یونامی و سفارت آمریکا، طرح 5 سپتامبر که بر اساس آن بقیه ساکنان اشرف به لیبرتی رفتند آمده است، دولت عراق به ساکنان اجازه فروش اموالشان در هر زمانی را خواهد داد و دولت عراق کلیه اموال اشرف را حفاظت و ضمانت خواهد کرد. در نامه 6 سپتامبر خانم بت جونز، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، به خانم رجوی نیز تصریح شده است: سازمان ملل به فراهم کردن حفاظت از اموال در اشرف از طریق بکارگیری یک شرکت حفاظتی محلی مورد اعتماد کمک خواهد کرد. سفارت آمریکا تمامی توان خود را برای حمایت از این تلاش ها به کار خواهد بست. اما در عمل دولت عراق اجازه حتی فروش 1 دلار از این اموال را نداده است.
و حتی تجاری که با اطلاع قبلی نیروهای عراقی و یونامی برای عقد قرارداد خرید اموال ساکنان در اشرف به لیبرتی مراجعه کردند، اجازه ورود نیافتند. طبق اطلاعیه مورخ 4 دسامبر 2013 شورای ملی مقاومت، 46 تاجر که به این منظور به لیبرتی مراجعه کرده بودند، بازگردانده شدند. در حالی که از فروش اموال ساکنان جلوگیری می شود، گزارش‌های متعددی در مورد سرقت اموال ساکنان در اشرف از سوی نیروهای عراقی منتشر می شود. شرایط منطقه و بحران‌های رژیم ایران، ضرورت مضاعف حفاظت لیبرتی. آنچه ضرورت حفاظت از ساکنان لیبرتی و حقوق اولیه آنها را مضاعف می‌کند، وضعیت ضعیف و شکننده رژیم ایران است که ضربه زدن به اپوزیسیون سازمان یافته‌اش را در اولویت مطلق قرار داده است. قیام مردم سوریه و ترک برداشتن جبهه منطقه‌ای رژیم، تشدید مخاصمات و قطب‌بندی‌های درونی رژیم، به خصوص پس از روی کار آمدن روحانی رئیس جمهور جدید این رژیم، پذیرش توافقنامه ژنو و یک قدم عقب نشینی اجباری در پروژه‌های اتمی، بحران‌های عمیق اقتصادی و وضعیت متزلزل دولت دست نشانده‌اش در عراق، این رژیم را به شدت آسیب پذیر کرده است. از این رو برای این رژیم از میان برداشتن مجاهدین به عنوان اپوزیسیون سازمان یافته و قدرتمند این رژیم برایش اولویت یافته است. قتل عام اول سپتامبر در اشرف همزمان با بالا گرفتن احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه و در آستانه ورود رژیم به مذاکرات اتمی و امضای توافقنامه ژنو، حقیقت فوق را به خوبی اثبات می کند. با توجه به نکات فوق، از دبیر کل ملل متحد و شورای امنیت ملل متحد در اجلاس 27 مارس انتظار می رود که در چارچوب وظایف خود از جمله ممانعت از جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی و همچنین در راستای مسئولیت بین المللی حفاظت آرتوپی به این اقدامات مبادرت کنند. احاله پرونده جنایت علیه بشریت در اول سپتامبر در اشرف به دادگاه بین المللی جنایی و اقدام فوری برای آزاد کردن گروگانهای ربوده شده از اشرف. انتقال فوری ساکنان به آمریکا و اتحادیه اروپا ولو به طور موقت و تضمین حفاظت کلیه ساکنان تا انتقال آخرین نفر به خارج از عراق. ملزم کردن حکومت عراق به تأمین الزامات حداقل امنیتی در لیبرتی و رفع هر گونه محدودیت علیه ورود مواد غذایی، دارویی، دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی و سایر نیازهای مبرم انسانی. فروش اموال منقول و غیر منقول ساکنان در اشرف تحت نظر نماینده قانونی آنها سناتور رابرت توریسلی. فراخوان‌های 5 دانشمند برنده جوایز نوبل به دولت آمریکا و ملل متحد برای لغو محاصره و تأمین حفاظت لیبرتی طبق تعهدات ایالات متحده و سازمان ملل. پروفسور کرل برنده جایزه نوبل شیمی. پروفسور داگلاس آشروف برنده جایزه نوبل فیزیک. پروفسور هرالد زورهاوزن برنده جایزه نوبل پزشکی. پروفسور رابرت گرابس برنده جایزه نوبل شیمی. پروفسور ریچارد رابرتس برنده جایزه نوبل پزشکی.
پنج دانشمند برنده جوایز نوبل طی نامه‌هایی به سازمان ملل و دولت آمریکا جنایات صورت گرفته علیه اشرفی‌ها به عنوان افراد حفاظت شده، به ویژه کشتار اول سپتامبر در اشرف و حمله موشکی دسامبر گذشته به لیبرتی را محکوم کردند و خواستار رفع محاصره ضد انسانی علیه ساکنان لیبرتی شدند. در نامه‌های این دانشمندان که از جمله برای سفیر آمریکا در عراق و نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد و رئیس یونامی ارسال شده آمده است: شما می‌دانید 3000 تن ساکنان لیبرتی رسماً به عنوان افراد حفاظت شده و افراد مورد نگرانی توسط کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد شناخته شده‌اند. آنها همچنین توسط دولت آمریکا به عنوان افراد حفاظت شده شناخته شده‌اند و ایالات متحده متعهد به حفاظت از آنها تا تعیین تکلیف نهایی شده است. بنابراین از شما می‌خواهیم هر تلاشی که در توان شماست برای حفاظت از آنها به عمل آورید و دولت عراق را وادار به رعایت حقوق آنها کنید. دانشمندان برنده جایزه نوبل با ابراز انزجار شدید از محاصره ضد انسانی لیبرتی، اعمال محدودیت‌های غیر قابل قبول در تأمین الزامات اولیه معیشتی و پزشکی و بهداشتی علیه ساکنان لیبرتی را محکوم کردند و دولت آمریکا و سازمان ملل را به انجام تعهداتشان در این زمینه طبق قراردادهای مشخصی که امضا کردند و طبق قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی فرا خواندند. دانشمندانی که به ارسال این نامه‌ها مبادرت کردند عبارتند از پروفسور رابرتس، محقق ارشد آزمایشگاه بیولاب در نیو انگلند، برنده جایزه نوبل پزشکی در سال 1993، پروفسور کرل از آمریکا، برنده جایزه نوبل شیمی در 1996، پروفسور داگلاس اشروف، فیزیکدان برجسته آمریکایی، برنده جایزه نوبل فیزیک در سال 1966، پروفسور رابرت گرابز از آمریکا، برنده جایزه نوبل شیمی سال 2005، و پروفسور هرالد زورهاوزن دانشمند آلمانی، برنده جایزه نوبل پزشکی در سال 2008.